در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از واکنش‌ها به پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه، ادامه تنش میان ارمنستان و آذربایجان، واکنش نتانیاهو به رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 8 خرداد، شمار مبتلایان کووید 19 در جهان به 170 میلیون و 300 هزار نفر و تعداد جان باختگان به 3 میلیون و 540 هزار نفر رسید. تاکنون بیش از 152 میلیون نفر از کرونا بهبود یافتند. اتحادیه اروپا برای نخستین بار مجوز واکسیناسیون کودکان بین 12 تا 15 سال را صادر کرد. اکثر کشورهای ثروتمند قاره سبز به لطف واکسیناسیون گسترده با کاهش محسوس مبتلایان و فوتی‌های خود روبرو هستند. این در حالی است که آرژانتین، کولومبیا، شیلی و بولیوی در آمریکای لاتین در روزهای اخیر بالاترین میزان مبتلایان خود از ابتدای همه‌گیری را ثبت کردند. در شرق آسیا، مالزی باز هم روز جمعه رکورد مبتلایان و فوتی‌های روزانه خود را شکست. شمار مبتلایان روزانه افغانستان نیز روز جمعه به مرز 1000 نفر نزدیک شد که بیشترین شمار مبتلایان تازه شناسایی شده این کشور از ابتدای همه‌گیری محسوب می‌شود. در سوی دیگر، در حالی که هند همچنان نزدیک به 200,000 مبتلای روزانه را ثبت می‌کند، مقامات دهلی نو قصد دارند به تدریج محدودیت‌های کرونا را لغو کنند. یکی از مقامات سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده همه‌گیری کووید 19 زمانی به پایان می‌یابد که دست کم 70% مردم جهان در برابر این بیماری واکسینه شوند. تبریک و اعتراض در پی پیروزی بشار اسد در انتخابات. روسیه، ایران، چین و حزب الله لبنان ابقای بشار اسد در مقام ریاست جمهوری را تبریک گفتند. روسیه در بیانیه اعلام کرد به حمایت از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه ادامه می‌دهد. در انتخابات ریاست جمهوری سوریه که 3 نامزد در آن حضور داشتند، بشار اسد با کسب بیش از 95% آرا پیروز شد و به مدت 7 سال دیگر رئیس جمهور سوریه باقی خواهد ماند. این انتخابات در حالی برگزار شد که سازمان ملل خواستار اعمال نظارت بین‌المللی بر انتخابات سوریه شده بود. همزمان با اعلام پیروزی بشار اسد، قانونگذاران آمریکایی خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه سوریه شدند. مخالفان اسد نیز در مخالفت خود با انتخابات اخیر سوریه در خیابان‌های ادلب تظاهرات کردند و این انتخابات را نمایشی خواندند. واکنش نتانیاهو به رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایت جنگی در جریان جنگ اخیر در نوار غزه را شرم‌آور خواند. این شورا با آغاز تحقیقات بین‌المللی در مورد جنایت جنگی احتمالی در طول جنگ 11 روزه میان اسرائیل و حماس موافقت کرده بود. تصمیمی که با استقبال فلسطینیان روبرو شد. ادامه تنش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان. تنش‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حالی ادامه دارد که آذربایجان مدعی شده یکی از سربازانش بر اثر حملات شبانه از سوی نیروهای ارمنی به نخجوان مجروح شده است. ادعایی که مقامات ارمنستان آن را رد کردند. روز پنجشنبه نیز جمهوری آذربایجان 6 سرباز ارمنی را به اتهام تلاش برای ورود به مرزهای این کشور دستگیر کرده بود. چند ماه قبل نیز روابط دو کشور بر سر مناقشه قره‌باغ به درگیری خونین کشیده شده بود. درخواست رهبر مخالفان بلاروس برای اعتصاب سراسری. استوسلناتی خانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس روز جمعه از برنامه‌ای برای برگزاری اعتصاب سراسری در این کشور پس از بازداشت رومن پروتاسویچ خبر داد. دولت بلاروس اخیراً با فرود اجباری هواپیمای حامل این خبرنگار منتقد دولت در پایتخت بلاروس او را دستگیر کرده بود. در ادامه فشارها به الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، آمریکا نیز در حال آماده‌سازی فهرستی از تحریم‌ها علیه مقامات ارشد این کشور پس از دستگیری خبرنگار منتقد دولت است. انتخاب رهبر کودتای اخیر در مالی به عنوان رئیس جمهور موقت. پس از آنکه رئیس جمهور موقت مالی در پی دومین کودتای نظامی یک سال گذشته این کشور بازداشت شد، دادگاه قانون اساسی این کشور آفریقایی آسیم گویتا معاون رئیس جمهور و رهبر کودتای اخیر را به عنوان رئیس جمهور موقت جدید معرفی کرد. کودتای اخیر مالی در حالی رقم خورد که رهبران کشورهای غرب آفریقا در تلاش بودند دموکراسی را به این کشور بازگردانند.